السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على محمد و آله. طیبین الطاهرین المعصومین. انشاءالله خداوند این عزاداری ها را از همه ما و شما به کرمش قبول فرماید و به همه خدمتگزاران ابا عبدالله الحسین اجر و پاداش عنایت بفرماید. صلوات بفرستید. خب عرض شد که فلسفه قیام و حرکت ابا عبدالله الحسین اصلاح جامعه اسلامی بود و از این حرکت ما می توانیم این درس رو بگیریم که هرگاه و هر جا جامعه اسلامی فاسد شد یا در معرض فساد قرار گرفت، وظیفه ما هست که برای اصلاح اون جامعه وارد میدان بشیم. در همین زمینه من نکاتی رو در شبهای گذشته خدمتتون عرض کردم. دو محور رو در بحثهای گذشته ما با هم صحبت کردیم. محور اول معرفی یک جامعه فاسد بود. اگر ما بخواهیم یک جامعه فاسد را تشخیص بدیم چه نشانه ها و شاخص هایی دارد، در بعد سیاسی، در بعد اقتصادی، در بعد فرهنگی، یک جامعه فاسد چه شاخص ها و نشانه هایی دارد تا ما بتوانیم بر اساس این شاخص ها تشخیص بدیم که آیا جامعه ما یک جامعه صالح است یا یک جامعه فاسد است. چون یکی از مشکلات ما جهان سومی ها و به خصوص همشهریان خود ما، یکی از مهمترین مشکلات ما که مبدأ خیلی از مشکلات دیگر هست این است که ما نسبت به جامعه خود نه تصور درستی داریم و نه حساسیت درستی داریم. نمیدانیم که اگر یک جامعه فاسد شد و به تباهی کشیده شد سرنوشت ما چی میشه. همه مشغول زندگی فردی و شخصی خود هستیم. تصور اجتماعی ما ضعیفه. اون سخن بسیار زیبای پیامبر اکرم رو فراموش کرده ایم که پیامبر اکرم فرمود یک جامعه مثل یک کشتی میماند. اگر یک سوراخی تو این کشتی به وجود آمد، تنها اون کسی که سوراخ کرده غرق نمیشه، همه سرنشینان کشتی غرق میشه. جامعه یک مثل یک کشتیه. اگر جامعه در یک بخش فاسد شد، مطمئن باشید که فساد اونجا به خانواده شما و به شما هم کشیده میشه. مثال خیلی روشنش فرض کنید العیاذ بالله در یک محله یک فاحشه خانه به وجود آمد، یک عده آدم فاسد آمدن یک فاحشه خانه درست کردن. شما فکر میکنید که فقط همون خانه هست؟ خیر، کل اون محله را فاسد میکنه.
فساد اون خانه کل اون محله رو فاسد میکنه، فساد محله کل اون منطقه رو فاسد میکنه و همینطور گسترش پیدا میکنه. ما باید تفکر اجتماعی خود را تقویت کنیم، همیشه به فرد و شخص و منافع فردی و شخصی خود نگاه نکنیم. درد دیگرا به ما هم سرایت میکند، بیماری دیگرا به ما هم سرایت میکند، صلاح و فساد دیگرا به ما هم سرایت میکند. اینجوری نیست که ما از دیگرا بریده هستیم، دیگرا هر بلای سرشان آمد ما سر جای خود هستیم. نه، اینجوری نیست. باید باور کنیم که جامعه یک کشتی هست که اگر سوراخ شد، اگر یک فسادی، یک خلعی، یک مشکلی به وجود آمد در یک بعدی از ابعاد این جامعه، همه غرق میشن در او. اینو باور کنیم. خب وقتی اینو باور کردیم، اون وقت این سوال در ذهن ما ایجاد میشه که خب اگر جامعه ما فاسد باشد چه کار باید کرد؟ من در بحث‌های شب‌های گذشته دو مطلب رو خدمتتون عرض کردم. یک، تصویری از یک جامعه فاسد که شاخص‌ها و نشانه‌های فسادش چیه، و محور دوم هم عامل فسادزا رو عرض کردم که در جامعه چه عاملی باعث فساد میشه. خیلی تلاش کردم که این مطالب را به زبان ساده و خلاصه عرض بکنم، چون خیلی بحث مفصلی داره. امشب میخوام راجع به یک محور سوم سخن بگم. وقتم کمه، نیم ساعت بیشتر وقت نداریم، ولی بحثا بسیار مفصل. تلاش میکنم که با زبان ساده و در عین حال خیلی خلاصه که خسته هم نشید، اینا رو خدمتتون عرض بکنم. پس شما یک صلواتی بفرستید. محور سوم بحث این است که در بحث دیشب عرض کردم که گرچه عوامل مختلفی در فساد یک جامعه نقش داره، ولی عامل اصلی و بنیادیش اون کشش‌ها و هواها و هوس‌هایی است که در درون خود انسان هست. این عامل بنیادی فساده، هم در فرد و هم در جامعه. هم فرد اگر فاسد می‌شود به خاطر اون هوس‌هاست، اون کشش‌ها و شهواته، و هم اگر جامعه فاسد می‌شود فسادش ناشی از این عامله. این هواها و هوسها مثل یک آتش فشانی میماند در درون انسان که اگر کنترل نشود نابود میکنه، همه استعدادها را از بین میبرد، همه زمینه های صلاح را از بین میبرد، همه امکانات را از بین میبرد، جامعه نابود میشه همونطوری که فرد نابود میشه. حالا سوال این است که چگونه میشود جلوی این محرک قوی مخرب را گرفت؟ چگونه میشود این هواها و هوسها را کنترل کرد، جلویش را گرفت، مانع ایجاد کرد، نگذاشت که بر رفتار ما و گفتار ما و زندگی ما مسلط بشه؟ این سؤال بسیار مهمیه، هم برای فرد و هم برای جامعه. این سؤال مطرح هست که چگونه میشود جلوی این محرک مخرب را گرفت؟ در اینجا یک بحث بسیار عمیق و گسترده‌ای وجود دارد تحت عنوان تغییر بینش و نگاه و جهانبینی، که انسان باید نگاهش را به انسان و جهان عوض کند تا با تغییر اون نگاه این هوا و هوس‌ها محدود شود و کنترل بشه. اما چون این بحث عمیقی هست و مناسب با این جلسه نیست، من سعی می‌کنم با یک زبان ساده
بحث های دیگری را که در واقع برگرفته از این مطلب هست خدمت شما عرض کنم. چند تا نکته رو میخوام عرض کنم که همه میفهمن و همه میتونن تجربه کنن. یکی از عوامل بسیار مهم که میتواند هواها و هوسها را در انسان کنترل بکند و محدود کند و نگذارد که سرکش بشه و طغیانگر بشه، توجه و یاد مرگ است. ما معمولا مرگ رو فراموش میکنیم، با اینکه هر روز از کنار ما دوستان ما، وابستگان ما، همسایگان ما میرن زیر خاک، جوان، پیر، کودک، زن، مرد، اما یک ذره تأمل نمی کنیم که یک روز ما هم میریم. پیامبر اکرم فرمود که اذکر هادم اللذات، اون منحدم کننده لذت ها را همیشه به یاد داشته باشید. اصحاب سوال کردن که منحدم کننده لذت ها چیه؟ چی چیزی باعث میشه که لذت های انسان از بین بره؟ اون کشش ها و هوس ها خونسا بشود. فرمود ذکر الموت، یاد مرگ. واقعا اینجوریه ها، میتونید تجربه کنید. وقتی انسان عمیقا باور میکند که میمیرد، واقعا باور میکند که میمیرد، دلش از همه چیز کنده میشه. دیگه نه زن، نه فرزند، نه پول، نه ثروت، نه خانه، نه ماشین، هیچی برای انسان لذیذ نیست، لذت بخش نیست. چرا؟ چون میبیند که تنها زیر این خاک میره و باید پاسخگوی همه اون کارهایی باشد که در طول عمرش انجام داده. نه زن به دردش میخورن، نه فرزند به دردش میخورن، نه مال به دردش میخورن، نه قدرت به دردش میخوره، هیچی به دردش نمیخوره. مرگ باعث انقطاع و بریدن انسان از همه چیز میشه. همه اونهایی که شما در زندگی به دنبال او بودید و از راههای حرام اونها رو جمع کردید، به قدرت رسیدید از راه حرام، به ثروت رسیدید از راه حرام، به شهرت رسیدید از راه حرام، لذت ها بردید از راه حرام، همه اینها یک دفعه از انسان جدا میشه و میمیره و انسان باید پاسخگوی همه اینا باشه. اگر این باور در وجود انسان و در قلب انسان واقعا نفوذ بکنه ها، دل انسان از همه این وابستگی ها و جاذبه ها جدا میشه. یک حس خاصی در انسان به وجود میاد، یک حس تنهایی، یک حس غریب، یک احساس غربت انسان میکند در میان خانوادهش. میگه ای این فرزندی که این همه من برایش زحمت کشیدم به درد من نمیخوره؟ این پولی که این همه من برایش سگدو زدم صبح تا شب به دردم نمیخوره؟ میبینه واقعا به دردش نمیخوره. یاد مرگ باعث میشود که این شهوت و کششی که در نفس انسان برای جمع کردن دنیا، برای لذت بردن از لذایز دنیا هست، این شهوت و این کشش و این هوا و هوس خونسا بشه، تأثیرش رو از دست بده، عقل انسان بر انسان حاکم شده. این یک عامل. عامل دومی که باز تأثیر بسیار مهمی دارد در کنترل هوا و هوس، خود پایان پذیری و فنا و نابودی اون نعمتها و لذایز است که شما در دنیا از اونها بهره میگیرید. گاهی شما زنده اید، نمردید، اما نمی توانید از اون چیزهایی که به دست آوردید استفاده کنید. چقدر انسانهای هستند
که پولشان از پارو بالا میره به بیماری سرطان مبتلاست، هیچ کاری نمیتونن بکنن. من خودم کسی رو سراغ دارم، شما هم حتما دیده ای، آقای یک باغ بسیار بزرگ چندین هکتار باغ انگور و سیب و میوه های گوناگون داشت، اما خودش دیابت داشت، بیماری قند داشت، نمیتونست از انگور استفاده کنه. غذایش فقط چند قاشق لوبیا بود. الان نعمت دارد اما نمیتونه ازش استفاده کنه. خب این آقا چقدر تلاش کرده بود در اون عمرش که این باغ را درست کند. شاید از راه های غیر شرعی هم تلاش کرده بود، اما حالا نمیتونه از اون باغ استفاده کنه. آقای آپارتمان چند طبقه، ده طبقه درست کرده، خودش فلج است، نمیتونه بره بالا، مجبور طبقه پایین زندگی کنه. ماشین کذایی چند میلیاردی دارد اما نمیتوند رانندگی کند، پاش یا دستش مشکل دارد. پس ببینید گاهی انسان خودش میره از دنیا، همه رو میگذاره، گاهی هم نه، در دنیا هست اما نمیتواند از اونها استفاده کند، از این لذتها استفاده کند. خود این هم باز برای انسان درس آموزه، به انسان این درس رو میده که ای انسان، برای چیزی که نمیتوانی ازش استفاده کنی چرا اینقدر خودتو با آب و آتش میزنی؟ چرا اینقدر حلال و حرام میکنی؟ برای انسان درس آموزه. یک کمی فکر کنید در همین زمینه، میبینید که اون حس و حرصی که دارید کم میشه، اون حرص به دنیا در انسان ضعیف میشه. این نکته دوم. عامل سوم، عبرت از سرنوشت کسانی است که دنبال هوا و هوس بودن. ببینید خیلی ها بودن قدرتمندانی که برای به دست آوردن قدرت جنایت ها کردند، انسان‌های زیادی را کشتن. نادر افشار را نگاه بکنید، برای اینکه قدرتش حفظ بشه چشمای پسرش را کور کرد، برای اینکه فکر میکرد پسرش قدرت را از دستش میگیر. اما الان کجاست؟ چه انسان‌هایی که برای گردآوری ثروت چه جنایت‌ها کردن، چه خیانت‌ها کردن، چه تقلب‌ها کردن، ثروت ها اندوختن، اما حالا کجاست؟ سرنوشت اینها، انسان هایی که شهوتران بودند، هوسران بودند، به ناموس مردم تجاوز میکردند، الان کجاست؟ ببینید هر بعدی از هوسرانی و شهوات رو که در نظر بگیرید، میبینید یک عده انسان‌هایی بودن که در این زمینه افراد کردن و رفتن، اما الان کجان؟ اینها برای ما درس عبرته. اگر به اینها توجه بکنید میبینید که اون هوس و کشش و شهواتی که در نفس انسان نسبت به این لذت‌ها هست ضعیف میشه. دل انسان به تعبیر خیلی ساده از همه لذت‌ها کنده میشه. واقعا قلب انسان جدا میشه از همه اینها که خب اینو چی ارزشی داره؟ اینو چی ارزشی داره؟ و عامل چهارمی که باز میتواند و تأثیر بسیار مهمی دارد در محدود کردن هوسرانی ها و شهوات، توجه به فلسفه وجودی خود انسان هست. آخر خداوند که من و شما را آفریده است در این دنیا و یک 70-80 سال فرصتی را هم در اختیار ما قرار داده است، از خود نپرسیدیم که ما چرا آمده ایم در این دنیا و این فرصت را چرا خداوند به ما داده؟ اگر واقعا این فرصت برای خوردن و لذت بردن بود که حیوانات دیگر هم همینو دارن، که گوسفندم اینو دارد، گرگم اینو دارد، همه حیوانات دیگر
این فرصت خوردن و خوابیدن و لذت بردن رو دارد. پس من انسان چه تفاوتی دارم با اونها که خداوند من آفریده؟ پس من باید یک تفاوتی داشته باشم. فلسفه وجودی من در این عالم چیه اصلا؟ خود این توجه و شناخت این فلسفه وجودی و هدف آفرینش خود کمک زیاد می کند که یک تفاوتی بین خود و حیوان ببینیم و بدانیم که ما با حیوان تفاوت داریم. اگر حیوان هوسران است، اگر حیوان شهوت برش حاکم است، ما نباید مثل اون باشیم. متاسفانه ما به این جهت اصلا فراموش کردیم که ما برای چی آفریده شدیم اصلا، تفاوت ما با سایر جانداران چی اصلا. این واقعیت ها، یعنی توجه به این واقعیت ها و حقایق، می تواند اون شهوات، اون نیروی کور محرک مخرب درونی را کنترل بکند. اگر واقعا دردمندانه، اگر دردمندانه به صلاح خود فکر کنیم، اگر دردمندانه از اون انحطاط اخلاقی و روحی خود رنج ببریم، خداوندم یک لطف میکند، یک اراده قوی به ما میدهد که با اون اراده قوی میتوانیم خود را و جامعه خود را اصلاح بکنیم. اما اون درد مهمه، اون درد رو ما باید داشته باشیم، اون درد رو ما باید پیدا بکنیم. خب پس توجه به این حقایق کمک کننده هست، محدود کننده هست و کنترل کننده هست. اینجاست که اون مرحله چهارم شروع میشه، محور چهارم بحث، و اون این است که خب چگونه میشود این حقایق را باور کرد. باور به مرگ، باور به این که نعمتها و لذائذ تمام شدنی هست، باور به این که انسانهای هوسران سرنوشت چگونه دارند، باور به این که من برای چی آفریده شدم. همه این حقایق را ما باید باور کنیم تا بتوانیم کنترل کنیم. خب چگونه می شود این باورها را در درون خود ایجاد کنیم؟ این مرحله چهارمه. مرحله اول شناخت فساد بود، مرحله دوم شناخت عامل فساد بود، مرحله سوم موانع فساد بود، حالا مرحله چهارم این است که چگونه این موانع را در خود ایجاد کنیم. به تعبیر دیگر چگونه این ایمان به این حقایق را در درون خود تعمیق بکنیم. تعمیق ایمان یعنی باور کنیم واقعا. اینجاست که مسئله روش مطرح میشه. مرحله چهارم مرحله روشه. ما با چه روشی، با چه شیوهی به این حقایق باور کنیم؟ اینجاست که قرآن یک روش بسیار مهمی را مطرح کرده است تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر. ابا عبدالله الحسین هم به تبع قرآن از همین روش استفاده می کند برای اصلاح جامعه خودش. امشب که دیگه وقتم تقریبا تمام هست، بنا داشتم راجع به این روش سخن بگم، روش امر به معروف و نهی از منکر، اما چون وقت تمام هست یک کمی از این بحث اشاره میکنم و اصل بحث رو میذاریم برای فردا. خب همه شنیده اید که ما برای این که یک نفر رو هدایت کنیم یا به صلاح دعوتش بکنیم، امر به معروف و نهی از منکر بکنیم. تصور عمومی ما از امر به معروف و نهی از منکر دستور دادنه، یعنی بگیم آقا این کار رو بکن، اون کار رو نکن. امر و نهی، تصور عمومی از امر به معروف و نهی از منکر همین بایدها و نبایدهاست. اما این تصور درستی نیست. هدف امر به معروف و نهی از منکر چیه اصلا؟ هدف امر به معروف و نهی از منکر این است که معروف ها، یعنی خوبی ها چه در عرصه گفتار چه در عرصه رفتار،
در عرصه روابط اجتماعی خوبی ها در وجدان انسان جایگزین بشود و بدی ها از جان انسان دور شود. این هدف اصلی امر به معروف و نهی از منکره. به تعبیر دیگر امر به معروف و نهی از منکر عبارت است از وارد کردن معروف ها در وجدان انسان ها و جدا کردن بدی ها از جان انسان ها. این هدف امر به معروف و نهی از منکره. خب پس هر آنچه که این هدف را برآورده کند می شود امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر روش ها، نمونه های گوناگون و متعددی دارد. امر و نهی کردن، باید و نباید کردن یکی از اون راه هاست، اما همه راه نیست. راه های گوناگونی دیگری هم وجود داره. در یک دستبندی کلی امر به معروف و نهی از منکر تقسیم میشه به دو بخش. یک، امر به معروف و نهی از منکر قولی و گفتاری که همین بایدها و نبایدهایی است که توصیه میکنیم، و یکم امر به معروف و نهی از منکر عملی. امر به معروف و نهی از منکر عملی چیه؟ امر به معروف و نهی از منکر عملی دو چهره دارد، دو تیپ دارد، دو شکل دارد که این دو شکل را تا حالا نشنیدید مطمئنن. امشب هم نمیگم چون وقت ما تمام شده، نفله میشه بس. فردا انشالله راجع به این امر به معروف و نهی از منکر عملی با شما سخن خواهم گفت. ابا عبدالله الحسین یکی از اون نمونه های امر به معروف و نهی از منکر عملی رو به ما نشان داد. اون چی بود؟ اون شهادت و اسارت بود. شهادت ابا عبدالله و اسارت خانوادش خودش یک نمونه بارزی از امر به معروف و نهی از منکره. مگر امام نفرمود که اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر؟ من میخوام که امر به معروف و نهی از منکر کنم، اما امر به معروف و نهی از منکرش به چی بود؟ به این بود که بیاد در صحرای کربلا، در اون دشت تفتیده شهید بشود و خانوادهش اسیر شود تا بتواند با این شهادت و این اسارت وجدان این جامعه خفته و خواب رفته را بیدار کند. تا این جامعه خوابیده را بیدار کند و متوجه کند که در چه وضعیتی داره زندگی میکنه، دینشان در چه وضعیتی هست. امام با شهادتش و اسارتش این معروف را در وجدان جامعه تزریق کرد و جامعه را بیدار کرد. و از همون جهت میبینید که بعد از شهادت ابا عبدالله دیگه هیچ حکومتی جرأت نمی کرد مثل یزید زندگی کند، یعنی فسق و فجور را علنی نشان بدهد. شهادت ابا عبدالله مانع شد از این که حکومت اینقدر فاسق و فاجر بشود. اینها برکاتی است که در شهادت و اسارت خانواده ابا عبدالله به وجود آمد و امام از اول می دانست. حالا من در اینجا فردا انشاءالله بیشتر صحبت خواهم کرد. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم چون برادر من آمد که شما را به فیض برساند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. السلام علیکم و رحمت الله.